Always have been. Always will be. این که فصل دومه سریال لوکی یکی از بهترین کارهایی بودش که مارول و دیزنی با هم دیگه انجام داده بودن اصلا توش هیچ شکی نیستش، با اینکه تمام روند مسیر داستانی و اتفاقات پایانی باعث شدش که به جواب یه سری از سوالامون برسیم، ولی در کنارش دو مرتبه کلی سوال جدیدی به وجود میاره که نمیدونیم قراره که به کجا برسه. این سوالایی که الان اومدن و درستشون کردن که اتفاقات خیلی مهمی هم این وسط داره به وجود میاره و میدونیم که ادامه راه مسیریه که MCU قراره بهمون نشون بده، چون ما پروژه Avengers Kang Dynasty و از طرف دیگه هم Secret Wars داریم. این طرف قضیه درگیر اتفاقات و درگیری هاییم که با جاناتان میجر وجود داره، کلی هیرو و اتفاقات مختلفه که باید به هم دیگه متصل بشن و در آخرم این اتفاقات میتونه برسه به یه درگیری خیلی بزرگ، چیزی که مطمئنن همه تو منتظر دونو ببینید، یعنی Avengers vs X-Men رو میتونه بیادش و اینجا بهمون نشون بده که مطمئنن یکی جنگای بزرگیه که تا الان توی دنیای MCU دیدیمشون، چون همه کاراکترهای محبوب و دوست داشتنی هن که تا الان باشون خاطرهای زیادی داشتیم. و تو این ویدیو قرار بریم جواب تک تک این سوالا رو بهتون بگم، در کنارش تئوریای مختلف هم با هم دیگه یه نگاهی بهشون میندازیم تا ببینیم که تو ادامه مسیر داستانی که MCU داره میتونه چطوری این روند رو جلو ببره و لوکی چه نقشی این وسط قرار رو بازی بکنه. فقط واسه اینکه بخوایم این ویدیو رو شروع کنیم حتما یاد باشه که یه لایک به این ویدیو بدیم. همونطور هم که میدونی من شاهینم، از اینم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم. بریم سراغ اتفاقات MCU. The past and the present. Hello? با جاناتان میجر همه چیز رو شروع میکنیم. جاناتان میجری که درگیر دادگاه، همچنان هم مسیر دادگاه ادامه داره، همچنان به نظر نمیرسه که رأیه بخواد به سمتش حرکت بکنه. و یه اتفاق مهم و یه نکته مهمی که توی قرارداد جاناتان با مارول وجود داره و بیرون هم درس کرده اینه که یه بندی توی قراردادش هست و اونم نوشته شده که هیچ کس به جز جاناتان میجر حق نداره که نقش کنگو بازی بکنه. و این داره نشون میده اگه مارول بخواد بیاد این بازیگرش رو عوض بکنه، یه نفر دیگر رو بیاره که این نقش رو بازی بکنه، کلی داستان حقوقی و درگیری های مختلف با جاناتان پیدا میکنه که اصلا این بنده قرارداد رو من نمیدونم برای چی اینجا اومدن و گذاشتن. و این داره نشون میده هیچ راهی وجود نداره اگه جاناتان دادگاهش به نتیجه نرسه، مجبورن که کلن کنگو کنار بذارن و بیان یه ویلن جدید استفاده بکنن. حالا این درگیری و بند قرارداد و اتفاقات مختلفی که در مورد جاناتان خیلی زیاده، ولی خب در این حد بهتون بگم که فعلا درگیر دوسختش هم اومده توی دادگاه شهادت داده و همه چیز داره به ضرر جاناتان فعلا جلو میره، مگه اینکه دیگه اون اتفاقات پایانی و نمیدونم نتیجه گیری های نهایی بیادش اینجا یه سودی به نفع اون داشته باشه. ولی همه چیز داره نشون میده که احتمالاً قراره که با جاناتان میجر رو از طرف دیگه هم کاراکتر کنگ خدافظی کنه. قبلا یادتونه بهتون گفتم با اتفاقاتی که پایان فصل دوم سریال لوکی بوده، یه راه فراری یا اینجا برای خودش مارول درست کرده بود که اگه اتفاقی افتاد بتونه یه حرکت جدیدی رو بزنه. حالا درسته که تمام مسیری که داریم می‌بینیم روی کنگ برنامه ریزی شده، ولی تو اتفاقات سریال دیدیم که لوکی اومد هیوریمنس رو کنار زد، خودش اومد مولتیورس رو دست خودش گرفت، تی وی رفت سراغ گونه‌های مختلفی از کنگی که وجود داشت و اینا، همه داره نشون میده که مارول فکر اینجا رو کرده بود که اگه اتفاق قراری بیفته بتونه بیاد سریع جمعش بکنه. ولی این فکر رو از اول تو ذهن خودش نداشته، چون میدونیم که یکی از پروژه‌های مهمی که قرار باشه روبرو بشیم اونجر سلسله کنگ، پس روی کنگ حسابی برنامه ریزی کرده بود و با اتفاقاتی که الان داره میفته مجبور شده که بیادش بر خودش یه راهی درست بکنه که اگه نتونستن جاناتان رو برش گردونن بتونن این مسیر رو یه جوری پاکش بکنن که اثر خیلی بدی هم روی اتفاقات نشده باشه. اگه بخوایم به این مسیر نگاه بکنیم اینطوری شدش که لوکی با فداکاری که میاد آخر سر انجام میده، این که میاد هیرومنسینا رو کنار میزنه و قدرت مولتیورس رو دست خودش میگیره و تبدیل میشه به یه محافظ بزرگ، میاد اون آزادی عمل و اراده رو به تمام کسایی که توی مولتیورس هستن هدیه میده، همون چیزی که همیشه خودش آرزوشو داشت و اینکه به تاج و تخت هم تونست برسه. پس اینجا این مسیر داره نشون میده که میتونن خیلی راحت نسخه کنگو بپیچن. البته در مورد خود لوکی هنوز این مسئله که گاد آف استوری شده یا نه هنوز جواب درست حسابی یا نیومدن بهمون بدن که اگه اون تبدیل به گاد آف استوری شده باشه که ما توی
کمیکا میشناسیم که اصلا دیگه داستان به یه سمت دیگه حرکت میکنه، بعد تئوریهای دیگه بدیم، فقط میایم به این موضوع اینطوری نگاه میکنیم که فعلا اونو گاد لوکی و محافظ و مولتیورس اومدن بهمون گفتن هست، حالا تو ادامه مسیر ممکنه هر اتفاقی براش پیش بیادش. با این وضعیتی که داریم میبینیم کنگ کنار بره، خب یه مقداری اون جذابیت میفته، همه دنبال این بودیم که یه کنگ فاتح قوی اینجا ببینیم، ولی اتفاقات داره به ضرر مارول و جاناتان جلو میره. پس اگه کنگ کنار بره شاید فکر بکنید که دیگه نمیشه این مسیر رو ادامه داد، ولی میشه همچنان اون مسیر مولتیورسی رو جلو برد ولی ویلن رو عوضش کرد. شاید بگید خب کاری که اومدش لوکی انجام داد در اصل مولتیورس رو نجات داد دیگه، چرا بعد اتفاقات مولتیورسی ادامه پیدا بکنه؟ به خاطر اینکه ما داریم میبینیم مارول همچنان میخواد مولتیورس رو ادامه بده، چون اومد مایکل رو به جای جف وارد اتفاقات اونجرز و مسیر داستانی آینده کرد، کسی که قبلا روی پروژه مولتیورسی و خود لوکی هم کار کرده بود، و داره نشون میده که همچنان مارول دلش میخواد که مسیر مولتیورسی رو جلو ببره. لوکی که الان تبدیل شده به محافظ مولتیورس داره اجازه میده که همه از اون اراده آزاده استفاده بکنن. تی وی ای که دنبال کنگ رفته میتونه دیگه کنگا رو شناسایی بکنه و تمومشون بکنه، بذاره کنار و بیاد تمرکز بیشتری روی اتفاقات بعدی یا اینکرشنا داشته باشه. از طرف دیگه ما فیلم دتول تیری رو داریم که کلی درگیری مولتیورسی قراره اونجا پیش بیاد، پس کاملا مشخصه که مسیر مولتیورس همچنان ادامه داره و قراره جلو بره. این مسیری که داره میتونه باعث یه سری از اتفاقات بشه، میتونه اون اراده آزادی که داده شده، اون تصمیمایی که حالا فردای مختلف و افرادی که وجود دارن توی دنیای مختلف میان میگیرن، باعث این بشه که اینکرژنای بیشتری پیش بیاد، زمینای بیشتری به هم دیگه برخورد بکنه و باعث نابودی مولتیورس بشه. تی وی ای این بار نقشش این میشه که بیاد جلوی این اینکرژنا رو بگیره. حالا ما میدونیم که تی وی اتفاقاتش رو از زمان بیرونن، به این راحتی نمیشه بهشون دسترسی پیدا کرد. این وسط میتونه پای یه ویلن باز بشه، یه ویلنی مثل دکتر دوم که بیادش و وارد اتفاقات مولتیورسی بشه، دنبال این باشه که تی وی ای رو نابود بکنه، لوکی رو از تاج تخت خودش بکشه پایین تا بتونه کنترل مولتیورس رو تو دست خودش بگیره، اتفاقاتی که ما رو به سیکرت وارز میرسونه. ولی همونطور که بهتون گفتم اومدن دکتر دوم الان زیاد جالب نیست و میشه ویلنای دیگه هم استفاده کرد که نشونهای مختلفش توی ریتم مسیر داستانی بوده. حالا بریم در مورد لوکی مقدار بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم، یه سری اطلاعات بهتری بهتون بگم. اتفاقاتی که داره توی سریال لوکی میفته، درسته که فصل دوم سریال لوکی جزء فاز پنجم مارول به حساب میادش، ولی از نظر داستانی و ریتم روندی که داره ابتدا فاز چهارم به حساب میادش، یعنی جایی که هنوز هیچ کدوم از اتفاقات مولتیورسی ما ندیدیم، یعنی یه جای قبل از نووی هوم و واندا ویژن و از طرف دیگه مولتیورس هم مدنس انتمن و از طرف دیگه هم واتیف، یعنی قبل از این اتفاقات. الانی که لوکی روی تخت پادشاهی خودش نشسته دقیقا جایی که بعد از اون داریم اتفاقات رو میبینیم، پس اتفاقاتی که تا الان پیش اومده و اون اتفاقات مولتیورسی که MCU اومده بهمون نشون داده زمانی نیستش که هیو ریمنز رأس کار باشه، زمانیه که لوکی مولتیورس رو نگه داشته. به خاطر همین هستش که ما فقط توی انتمن هم واس کوانتومینیا بودش که یه گونه ای از کنگ رو دیدیم، توی بقیه فیلم های مختلفی که به ما نشون دادن درگیری های مختلف مولتیورسی وجود داشت که بیشتر به سمت اینکرشن ها کشیده می شد و هیچ خبری از کنگ هم نبود. حالا باید بیایم یه تئوری بگیم که این کاراکتر و اتفاقات رو به همدیگه وصل بکنه. یعنی چی؟ یعنی لوکی و واچر و دکتر استرنج و از طرف دیگه منتینگ و اون طرف هم مردان ایکس رو بیایم به همدیگه وصل بکنیم و یه ارتباطی به همدیگه بدیم، چون بالاخره میدونیم که همه اینا توی اتفاقات مولتیورسی هستن و بعدش باید بیایم اینا رو وصلشون بکنیم به اتفاقات سیکرت وارز. چه ویلنی ها میتونیم بیاریم که حسابی شیطانی و عجیب غریب و قدرتمند باشه، از کنگ جذابیت بیشتری داشته باشه، که دکتر دوم هم نباشه؟ از اون طرف هم وقتی میگیم شیطانی مطمئنه توی ذهنت و مفیستو میادش، اونم نه. و یه ارتباط خیلی خوبی با دارک هولد و اتفاقات واندا از طرف دیگه یه مولتیورس هم مدنس هم بیاد و داشته باشه و یه حالت قدرت جادویی زیادی هم این کاراکتر باید داشته باشه تا بتونه حسابی خودنمایی بکنه. پس تمام گزینه‌ها رو اگه بخوایم بیایم کنار هم دیگه بذاریم و بهترینشون رو انتخاب بکنیم، کتون یا همون چتونی که میشناسید میتونه کاراکتر خیلی خوبی باشه که وارد اتفاقات MCU میتونه بشه. اتفاقاتی که برای اون میفته، قدرتی که داره و اون سقوطی که اومده انجام داده،
اونو تبدیلش میکنه به یه کاراکتر خیلی شیطانی و مهم که شاید مثلا بخوایم بهش نگاه بکنیم اون اولین جادوگر تاریکیه که تا الان تو اتفاقات مختلف وجود داشته. اون کسی که گونه های مختلف اهریمنی و شیطانی رو میاد درست میکنه، مثل همون موجودات عجیب غریبی که توی داستان شیالک دیدیمشون. حتی توی مولتیورس مدنس هم اومدن به این موضوع اشاره کردن که اون کاملا اتصال بزرگی با دارکورد داره، پس داره نشون میده که همچین موجودی ما توی اتفاقات MCU داریم که میتونه یه خدای حسابی قدرتمند و شیطانی باشه. اتفاقات دیگه که توی دنیای MCU داره میفته تمرکز زیادی روی خدایان داشته تا الان. توی اتفاقاتی که واندا ویژن داشت به شیطان اشاره شد، توی لوکی به شیطان اشاره شد، خود لوکی اصلا خداست. اتفاقاتی که توی لاونت واندر بود اومد اونجا به ما کلی خدا رو نشون داد که اونجا وجود دارن. اتفاقات فیلم مون نایت دقیقاً میاد به این موضوع اشاره میکنه که خدایان زیادی توی اتفاقات دنیای MCU هستن و این کاملا داره نشون میده که ما اینجا کلی قدرت بزرگ و خدا داریم و کتون به عنوان یه کاراکتر قدرتمند میتونه بیادش اینجا وارد اتفاقات بشه و اون قسمت تاریکی که لازمه که دنیای مولتیورسی داشته باشه رو بیاد تکمیلش بکنه. حتی کاراکتری که از کنگ خیلی قدرتمندتره و وحشتناکتره و میتونه کارهای شیطانی بزرگتری حتی انجام بده، اون حتی تو اتفاقات کمیک میادش و خونا شما از طرف دیگه گورگینه ها هم درستشون میکنه. حالا ما توی ورولف بای نایت یه گورگینه رو هم دیدیم، پس داره نشون میده پایه‌های اولیه برای اینکه بخوان اصلا این کاراکتر رو وارد اتفاقاتش بکنن هست. وقتی که ما قرار فیلم بلید رو ببینیم، یعنی اینکه سر کله خونا شما این وسط پیدا میشه. پس کی همه اینا رو به وجود آورده توی اتفاقات مارول؟ کسی نیست جز همین شخصیت مهمی که واقعا میتونه تبدیل به یکی از ویلنای خفن اتفاقات بشه. وجود این شخصیت‌های مختلف میتونه بره به سمت تشکیل گروه میدنایت سانزی که قبلا با هم دیگه صحبت کرده بودیم و جذابیت ماجرا رو بیشترش بکنه، یه گروه عرفانی خفنی اینجا بیاد و درست بکنه، درگیر اتفاقات این سمتی بشن، برن دنبال این که بخون جلوی اهریمن‌های مختلف وایسن. در کنار اینا ما کاراکتر منتینگو داریم، کاراکتری که میدونید محافظ مولتیورس، محافظ اون نکسوزای مختلفه. یعنی در اصل ما داریم الان لوکی رو می‌بینیم که تبدیل شده به یه محافظ مولتیورسی که همه رو نگه داشته تا مولتیورس نابود نشه. یه کاراکتری مثل منتینگ هم داریم که میتونه وارد اون بودی بشه که بین واقعیت‌های مختلفه، توی اون فضایی وارد بشه که قبلا هم دیده بودیم واچر از اونجا داشت اتفاقات مختلف دنیا رو نگاه می‌کرد، یا توی فیلم مولتیورس آن مدنس اونجایی که کتاب ویشانتی بودش اون فضای خالیه که منتینگ میتونه خیلی راحت واردش بشه، بین اون فضایی که میتونه باعث اینکرشن بشه اگه اون فضا نابود بشه، باعث برخورد واقعیت ها به هم دیگه میشه. ما اینجا کاراکترهای مهمی داریم که هنوز به اتفاقات مولتیورسی وصلن. راه بزرگی که میشه به لوکی ضربه زد و تی بی ایو به هم ریخ همین اینکرشن هاست. یعنی اگه بیان بین این واقعیت های مختلف اینکرشن ها رو به وجود بیارن باعث نابودی اتفاقات بشن، اون مولتیورسی که لوکی الان دیگه نگه داشته یه طورای بیمعنی میشه، چون داره همون اتفاقی که نباید بیفته پیش میاد و دیگه تی وی ای نمیتونه بیادش جلوی تمام این برخوردهای مختلف رو بگیره. ما توی اتفاقات کمیک حتی این موضوع رو داریم که یه دسته از اهریمنا میان دقیقا وارد همین منطقه میشن و سعی میکنن قدرت این منطقه دست خودشون بگیرن، که اوورمستر هم یکی از کاراکترهایی که اینجا هست و درگیری بزرگی پیش میاد و خب منتینگ وارد این اتفاقات داره میشه. این داره کاملا بهمون نشون میده که با وجود این اهریمنا و شیاطین مختلفی که داریم میبینیم اتفاقات میتونه جذاب باشه. ما کتون رو داریم، از اون طرف اوورمستر رو داریم، دورماما هم این وسط وجود داره و اینا در کنار هم دیگه داره نشون میده اتفاقات مولتیورسی همچنان میتونه با قدرت خودش جلو بره. حالا ما منتینگو داریم، بلک نایتو داریم، بلیدم داریم، اون طرف مون نایتو، بلادستون و از طرف دیگه یه ماگاتا رو داریم که میتونن وارد اتفاقات و درگیری‌های مختلف بشن و میشه اینطوری در کنار اون اتفاقات مختلف مولتیورسی که داریم می‌بینیم اینکرشن پیش میاد و هیروهامون درگیرن، یه چند تا گروه هم این طرف داشته باشن که با اهریمن‌های مختلف درگیر شدن. حالا اگه این گروه میدنایت سانز این وسط تشکیل بشه، این گروه میتونه حتی به لوکی هم کمک بکنه. یعنی لوکی که مولتیورس رو نگه داشته میخواد نذاره که اتفاق بدی پیش بیادش و این گروه اهریمنی که میخوان به سمت لوکی حمله بکنن، این گروه میتونه بیاد و بره بهش کمک بکنه و لوکی از این اتفاقات نجاتش بده. نابودی مولتیورس میدونید که به سمت سیکرت وارز کشیده میشه، پس کتون میتونه کسی باشه که بیاد از این اتفاق استفاده بکنه
و وقتی که مولتیورس داره نابود میشه همون زمین بتل ورد بیاد درست کنه، شبیه به اتفاقاتی که توی کمیک سیکرت وارز داریم. حالا این وسط در مورد اونجرز وی اس ایکس من هم با هم دیگه صحبت کردیم. حالا شاید بگید که اینا کجای این مسیر هستن. ما میدونیم توی کمیک و اتفاقاتی که میفته وقتی که دوتا زمین دارن به هم دیگه برخورد میکنن، اتفاقاتی که داره پیش میاد اینه که توی یه زمین فقط مردان ایکس هن، این طرف اونجرز داریم. اینا سعی میکنن با معارضه که با هم دیگه دارن جلوی نابودی دنیای خودشونو بگیرن که یکی از این دنیا سالم بمونه. این درگیری خیلی شبیه به جنگ داخلیه، ولی خب جذابیتش خیلی بیشتره چون گروه های مختلفو داریم. این همه کاراکترایی هن که حسابی باشون حال میکنید و دارن این وسط معارضه میکنن تا جلوی نابودی دنیای خودشونو بگیرن. توی این انتهای معارضه که دارن و میدونیم که قرار این کرشن پیش بیادش، اینا احتمالا متوجه وجود ویلن اصلی که رأس این کاره و داره این کار رو انجام میده میشن و میان تصمیم میگیرن که جلوی اون ویلنه وایسن. کی میتونه بیاد اونا رو به سمت اون ویلن بکشونه؟ لوکی رو ما داریم. لوکی که میدونیم الان میتونه نقش خیلی مهمی تو اتفاقات بعدی داشته باشه، حتی اگه گاد آف استوری نشه، که میدونه اگه گاد آف استوری بشه میتونه خیلی راحت همه چیز از اول بنویسه و این کار رو نمیاد مارول اینجا فعلا انجامش بده. اون میتونه بیاد و این گروه های مختلف رو متحد بکنه تا جلوی ویلن اصلی توی سیکرت وارز وایسن. یعنی اون تبدیل میشه به اونجرز پرایم و میاد گروه مولتیورسی خودش رو درست میکنه. بچه های میدنایت سانز هم که داره، اینا همه با هم دیگه ترکیب میشن و میشن همون اتفاقاتی که توی سیکرت وارز میتونه پیش بیاد و اون درگیری که میتونه با این نقش منفی اصلی که الان اومده و جای کنگ و دکتر دوم میتونه بگیره، یعنی کتان وایسن و اتفاقات مولتیورسی اینجا آخر سر تمامش بکنن. بعدش هم که دیگه اون سافت ریبوت و دنیای جدیدی که قراره مارول به ما نشون بده. حالا اگه بیایم به موضوع اینطور نگاه بکنیم که دیگه قرار نباشه کنگ و جانتان میجر رو با هم دیگه داشته باشیم، اینطوری میشه که به جای اونجرز کنگ داینستی، اون فیلم میتونه تبدیل بشه به اونجرز وی اس ایکس من و اینطوریه که ما رو وارد اتفاقات نهایی میکنه که مبارزه و اتفاقاتش تهش میرسه به سیکرت وارز و اون اینکرشن بزرگ برای زمین اصلی هم پیش میادش که میتونه جذابیتش حسابی بالا ببره. اون شکستی که میخورن به خاطر اتفاقاتی که داره پیش میاد توی شماره بعد جایی که قرار اونو به پیروزی برسن. در مجموع اینم تئوریهای مختلفی بود که میتونستیم در مورد اینکه اگه قرار باشه دیگه کلا کنگی وجود نداشته باشه و اونو کنار بذاریم و نیومد دکتر دوم استفاده بکنیم و پتانسیلی که داره رو حرومش بکنیم، اینطوری میتونیم خیلی راحت وارد اتفاقات مولتیورسی بشیم، یه ویلن قوی هم داشته باشیم، ریتم اصلی داستان رو جلو ببریم. حالا نوبت شما دست به کامنت بنویسید که به نظرتون بجز دوم و کنگ میشه کدوم ویلن استفاده کرد که به اتفاقات مختلفی که توی دنیای MCU هم تا الان پیش اومده متصله و ازش نشونهای مختلف هم هست و به خاطر همین میشه بیاییم ازش استفاده کنیم. اینو حتما داخل کامنت ها برام بنویس و لایک و سابسکرایب و زنگولم یاد نره فعالش بکنی، اینطوری میتونی به محتوی جدید دست پیدا کنی، بیایی توی کانال و ویدیو جدید رو تماشا بکنی. و این ویدیو رو هم برات میذارم اینجا که در مورد تمام اطلاعاتی که از دیدپول تری فعلا بیرون اومده بود و عکس و حاشیه مختلفی هم که داره با هم دیگه صحبت کردیم که میتونیم این ویدیو رو هم تماشا کنیم. در مجموع دیگه حرفی هم نمونه تا ویدیو بعد. بدرود.